مهندس صحابی 60 سال به اینا خدمت کرد، یه وجب از خاک مسجد رو ندادن که ما بریم حرمت این پیرمرد رو به جا بیاریم. حال صحابی جون داد در تشییع جنازه پدرش و اونطور که شاهدها دارن میگن به سینش کوبیده شد و این دختر مرد. این مساجد برای چی هست؟ مساجد صدها سال در ایران برای گرامی داشت و بزرگ داشت مردگان هستن. این مرده هر که میخواهد باشد، لابد 10 نفر میخوان به خانواده این میان تسکیت بگن. من خودم با این حالم آنچنان حمله با باتوم با موتورهای جنگی به ما حمله شد که من اصلا نمیدونستم کدوم وری برم، فقط میگفتم یه در باز شه من برم تو. خواهرای عزت الله صحابی در حال فرار ما دیدیم. پسر صحابی تنها بازمانده صحابی 5 دقیقه جلوی مسجد نتونست وایسه. این مرام نیست، این جوانمردی نیست. برای صحابی آقای یزدیان هیچ مراسمی هیچ بزرگداشتی اجازه داده نشد. صحابی روی دستای یاران صحابی تشییع و به خاک سپرده نشد، روی دست بدخواهان صحابی به خاک سپرده شد. این درد رو ما به چی بگیم؟ خانم محمدی، گفته میشه خانواده حاله صحابی برای اینکه اجازه پیدا کنند پیکر ایشون رو شباهنگام دفن کنند، مجبور شدن شرایطی رو که نیروهای امنیتی برای اونها گذاشتن بپذیرند. آیا این درسته؟ امنیتی اصلا وقت ناپذیر بود، اون شب برای من ناباورانه بود. شونه به شونه هم نیروهای امنیتی با سپرهایی بلندتر از قد خودشون مثل یک دیوار امنیتی جلوی ما بودن. ما از دالون امنیتی رد شدیم و توی اون قبرستان تاریک حاله رو به خاک سپردیم. وقتی حاله رو از خونه گیشا، از خونه خود حاله می‌خواستن توی آمبولانس بذارن، نیروهای امنیتی حمله کردن. یحیی تو آمبولانس نشسته بود، من گفتم به مادرم باشم، می‌ترسید تو برن حاله رو خاکش کنن نبینه. رفت توی آمبولانسش، نیروهای امنیتی حمله کردن، این بچه رو می‌زدن. سوسن شریعتی رفت جلو داد زد، گفتین بچه‌شه، بذارید آخرین لحظه رو مادرش وداع کنه. دکتر شامخی وقتی سر خاک صحبت کرد، زنا زجه می‌زدن، گفت من دوست داشتم امشب با 3 فرزندم آمنه و آسیه و یحیی آخرین وداع رو با حاله بکنیم. مرگ حاله ناگهانی بود، از ما این هم دریغ شد. حاله رو برده بودن قصدار خونه، میگفتین چرا نمیارن، میگفتن اینجا چراغ نیست، تاریکی دارن حاله رو میشورن و نور لامپ یک چراغ رو از درز این در قصدار خونه دارن انداختن تو که بتونن اونجا بشورن. حاله رو خیلی غریبانه ما دفن کردیم، خیلی مظلومانه این دختر رو ما دفن کردیم. حاله تو این شرایط به خاک سپرده شد آقای یزدی. اما فارغ از مسائل حقوقی و قانونی، بر اساس انسانیت و بر مدار اخلاق، این انتظار از تک تک مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران میره دادگاهی صالح و علنی با هیئت منصفه تشکیل بشه و تمام ابعاد مردن حاله صحابی برگزار بشه. شاهدان عینی چند نفر وجود دارن، اعلام کردن ما حاضرین در دادگاه علنی که امنیت ما حفظ بشه شهادت بدیم که حاله صحابی چگونه کشته شد.